داستان رستم و سهراب. روزی رستم هوای رفتن به شکار کرد و با رخش به سوی مرز توران رفت. پس آنجا را پر از گور خردید، شاد شد و شکاری زد و آتش بیافروخت. درختی را کند و در گور خری که شکار کرده بود چون سیخی فرو برد و بر آتش گذاشت. پس از صرف غذا و نوشیدن آب خوابی. 7-8 تن از سواران ترک رخش را دیدند و او را دنبال کردند. رخش 2 تا از آنها را با لگد کوبید و سر یکی را از تن جدا کرد. پس آنها با کمند گردن او را به بند آوردند و به شهر بردند. وقتی رستم برخاست و رخش را ندید، غمگین شد و پیاده به سوی سمنگان رفت تا مگر نشانی از او بیابد. وقتی رستم به سمنگان رسید، خبر به شاه سمنگان بردند که رستم پیاده آمده و رخش را گم کرده است. شاه سمنگان به پیشوازش رفت و به گرمی از او استقبال کرد. رستم گفت: رخش را در اینجا گم کردم، اگر او را بیابی پاداشت می دهم، وگرنه سر بزرگانت را خواهم بری. شاه گفت: خشمگین مشو و مهمان من باش. رخش پنهان نمی ماند و ما او را پیدا می کنیم. شاه او را به کاخ برد و از او به خوبی پذیرایی کرد. وقتی شب شد و همه خوابیدند، شخصی با شمعی خوشبو خرامان به بالین رستم آمد و پشت سرش ماه روی چون خورشید تابان بود. رستم از دیدن او شگفت زده شد و از او پرسید: نامت چیست و این موقع شب اینجا چه کاری داری؟ دخترک پاسخ داد: من تهمینه دختر شاه سمنگان هستم. در بین شاهزادگان کسی همتای من نیست. کسی تا کنون رخ مرا ندیده و صدایم را نشنیده است. من درباره شجاعت و جسارت تو زیاد شنیدم و حالا تو را اینجا یافتم. اگر تو بخواهی من از آن تو هستم، چون اولا شیفته تو شده ام و ثانیا می خواهم فرزندی از تو داشته باشم و سوم این که تمامی سمنگان را می گردم تا رخش تو را پیدا کنم. وقتی رستم زیباروی پرخردی چون او را دید، از موبدی خواست تا او را از پدرش خواستگاری کند. موبد نزد شاه رفت و از دختر او برای رستم خواستگاری کرد. شاه سمنگان شاد شد و پذیرفت و آنها ازدواج کردند. وقتی صبح شد، بر بازوی رستم مهره‌ای قرار داشت که آن مهره را در همه جهان می شناختند. آن را به تهمینه داد و گفت: اگر دختردار شدی این را به گیسوی او ببند و اگر پسردار شدی آن را به بازویش ببند. و سپس از او خداحافظی کرد و به سوی شاه سمنگان رفت. پس او مژده داد که رخش را یافته است. رستم سوار رخش شد و شاد و سرحال به سوی ایران و از آنجا به زابلستان رفت. بعد از گذشت 9 ماه تهمینه پسری به دنیا آورد زیبارو چون رستم که نامش را سهراب نهادند. وقتی 1 ماه شد مانند کودک 1 ساله بود و در 3 سالگی به میدان قدم نهاد و در 5 سالگی چون شیر مردان شده بود و در 10 سالگی کسی نمی توانست با او نبرد کند. روزی نزد مادر رفت و گفت: پدر من کیست؟ اگر کسی بپرسد چه پاسخ دهم؟ مادر گفت: تو پسر پهلوان پیلتن رستم هستی و از نوادگان سام و زال می باشی. نامی از رستم به اون نشان داد با 3 یاقوت رخشان و 3 کیسه زر
که پدرش زمانی که او به دنیا آمده بود فرستاده بود. تهمینه گفت افراسیاب نباید در این مورد چیزی بداند، زیرا او دشمن پدرت است و اگر هم پدرت بداند تو چنین یلی شده ای، تو را نزد خودش میبرد و من از دوری تو ملول میشوم. اما سهراب گفت این سخنی نیست که آن را پنهان کنم و تو نباید این را پنهان میکردی. اکنون من از ترکان سپاهی آماده میکنم و به ایران میروم و کاووس را از تخت به زیر میآورم و توس و گرگین و گودرز و گیو و گستهم و نوذر و بهرام را نابود می کنم و بعد رستم را به جای کاووس می نشانم. سپس به توران رفته و افراسیاب را به زیر می کشم و تو را بانوی ایران می کنم. سپس خواست اسبی پیدا کند که تهمینه به چوپان گفت هرچه اسب هست بیاور تا او انتخاب کند. اما هر اسبی می آوردن تا به تحمل دست سهراب را هم نداشت. یکی از دلیران آمد و گفت من کری از نژاد رخش دارم. سهراب شاد شد و آن اسب را آزمایش کرد و انتخاب نمود. سپس نزد شاه سمنگان رفت و از او کمک خواست و او نیز هرچه خواست به او داد و مجهز روانش کرد. افراسیاب با خبر شد که سهراب کشتی براب انداخته و لشکری جمع نموده و قصد جنگ با کاووس شاه را دارد. شاد شد و هومان و بارمان را با 12,000 سپاه روانه کرد و به آنها سپرد که نباید این پسر پدرش را بشناسد. تا وقتی رو در روی هم قرار گرفتند، اگر رستم کشته شد، ما به راحتی ایران را به چنگ آوریم و سپس در یک شب سهراب را در خواب می کشیم. اما اگر سهراب در نبرد کشته شد، از رستم انتقام گرفته ایم. پس هومان و بارمان نزد سهراب رفتند با نامه ای از افراسیاب که در آن نوشته بود اگر ایران را به چنگ آوری، دیگر سمنگان و ایران و توران یکی می شود و ما به تو کمک می کنیم. سپاهیان به سوی مرز ایران رفتند. دژی به نام دژ سپید بود که ایرانیان به آن دژ مستحکم امید زیادی داشتند و نگهبان آن هم هجیر بود. کژدهم که از بزرگان آن دژ بود، پسری به نام گستهم داشت که هنوز کوچک بود و دختری سوارکار و نامدار به نام گردآفرید داشت. وقتی سهراب نزدیک دژ سپید رسید، هجیر با اسب به نزد او تاخت. سهراب شمشیر کشید و از نام و نژادش پرسید. هجیر گفت من در جنگ همتایی ندارم و نامم هجیر است و اکنون سر از تنت جدا می کنم. سهراب خندید و به سرعت جلو رفت و بعد از زد و خورد زیاد او را به زمین زد و خواست سرش را ببرد. پس هجیر غمگین شد و از سهراب زنهار خواست. سهراب پذیرفت و او را بست. افراد دژ وقتی آگاه شدند که هجیر اسیر است، نگران و افسرده شدند. وقتی دختر کژدهم از موضوع آگاه شد، خود را آماده نبرد کرد و گیسوانش را زیر زره مخفی کرد و جنگ جو طلبی. سهراب به جنگش آمد. ابتدا گردآفرید او را تیر باران کرد و سپس با نیزه با هم جنگیدند و گردآفرید نیزه‌ای به سهراب پرتاب کرد. سهراب خشمناک جلو آمد و با نیزه به کمربند گردآفرید زد و زره او را درید. گردآفرید تیغ کشید، اما سهراب نیزه او را به دو نیم کرد و خشمناک کلاه خود را از سرش درآورد. به ناگاه گیسوان دختر پریشان شد. سهراب جا خورد و شگفت زده شد و با خود گفت زنان ایرانی که این چنین هستند
پس مردانشان چه هستند؟ پس او را با بند بست و گفت که سعی نکن از من بگریزی. چرا با من قصد جنگ کردی؟ تا کنون شکاری چون تو به دامم نیفتاده بود. گردآفرید به او گفت ای دلیر، دو لشکر نظارگر ما هستند. پس تو برای من ننگ و عیب مخواه. اکنون که دژ در تسخیر توست. پس لبخند معناداری به سهراب زد و چشمانش سهراب را مسحور کرد. سهراب با او تا در دژ آمد و او را آزاد کرد. گردآفرید خود را در دژ انداخت و به بالای دژ رفت و از آنجا به سهراب گفت ای پهلوان توران برگرد. سهراب گفت من بالاخره تو را به دست می آورم. ای ستمکار، تو به من قول دادی، پس پیمانت چه شد؟ گردآفرید خندید که ایرانیان همسر ترکان نمی شوند. من قسمت تو نیستم. تو با این یال و کوپال همتایی بین پهلوانان نداری. اما اگر شاه کاووس بفهمد که تو از توران سپاهی آورده ای، شاه و رستم خشمناک می شوند و تو تاب رستم را نداری و شکست می خوری. پس اگر برگردی بهتر از آن است که بمیری. سهراب گفت امروز گذشت، ما فردا جنگ را از سر می گیری و بالاخره من تو را به چنگ می آورم. وقتی سهراب برگشت، کژدهم نامه ای برای کاووس نوشت که سپاه زیادی برای جنگ نزد ما آمده است، با پهلوانی که سنش بیش از 14 سال نیست و من تا کنون کسی مثل او را ندیدم. نامش سهراب است و درست مثل رستم است. او هجیر را شکست داد و الان هجیر اسیر اوست. کژدهم نامه را به پیکی داد و گفت از راه زیر دژ برو تا کسی تو را نبیند و سپس خود کژدهم و دودمانش همه از همان راه فرار کردند. وقتی خورشید سر زد، توران آماده جنگ شدند و سهراب نیزه به دست بر اسب نشست و در فکر آن بود که گردان لشکر را بگیرد و به بند بکشد. اما وقتی قصد دژ کرد، کسی را ندید و فهمید شبانه فرار کردند. سهراب در به در به دنبال گردآفرید بود و افسوس می‌خورد که چنین آهوی زیبایی را از دست دادم. عجب آهویی از چنگم رها شد. ناگهانی آمد و دلم را ربود و رفت. سهراب همینطور خودش را می‌خورد و نمی‌خواست کسی به رازش پی ببرد. ولی عشق پنهان نمی‌ماند، چون از عشق دختر رنگ به چهره سهراب نمانده بود. هومان با تجربه فهمید که او عاشق شده است. پس در فرصتی به او گفت نباید بیهوده به کسی دل ببندی. پهلوان نباید فریب بخورد. الان تمام یلان ایران به جنگ ما می آیند و تو اول این کار را تمام کن، بعد سوی کار دیگر برو. تو وقتی جهان را گرفتی، همه پری چهرگان از آن تو هستند. از این سخن سهراب بیدار شد. هومان افراسیاب را از فتح دژ سپید با خبر کرد و او شاد شد. اما وقتی کاووس با خبر شد، با ناراحتی گیو را نزد رستم فرستاد و خواست تا رستم سری نزد آنها بیاید و کمکشان کند. وقتی گیو نزد رستم رسید و ماجرا را گفت، رستم تعجب کرد و گفت چگونه ممکن است در میان ترکان چنین پهلوانی به وجود آید؟ من از دختر شاه سمنگان پسری دارم که هنوز کوچک است و 14 سال بیش ندارد. رستم به گیو گفت بیا تا به کاخ برویم و دمی بیاساییم. پس به آنجا رفتند. دوباره گیو به او گفت کاووس به من گفته است در زابل نمانیم و فوراً به ایران برویم. رستم گفت امروز باشیم و فردا حرکت می کنیم.
اما روز بعد هم حرکت نکردند و روز سوم هم به رامش و مستی گذشت. روز چهارم گیو گفت اگر کاووس خشمگین شود کسی را نمی شناسد. رستم گفت ناراحت مباش، او به ما نمی شورد. پس رخش را زین کردند و سپاهی آراستند که پهلوان سپاه زواره بود. وقتی رستم به ایران رسید، بزرگانی چون طوس و گودرز به استقبالش آمدند و وقتی نزد شاه رسیدند، او عصبانی بود و بر سر گیو فریاد زد و بعد به رستم پرخاش کرد و سپس به طوس گفت برو هر دو را دار بزن. طوس دست تهمتن را گرفت. پس رستم آشفته شد و به شاه گفت همه کارهایت از دیگری بدتر است و شهریاری شایسته تو نیست. مصر و شام و هاماوران و روم و سنگسار و مازندران خسته از شمشیر من هستند و همه بنده رخش منند. پس دست طوس را پس زد و رفت بر رخش نشست و گفت اگر من خشمگین شوم، کاووس و طوس کیستند که مرا به بند آورند؟ من بنده شاه نیستم، بلکه بنده خدا هستم. همه می‌خواستند مرا پادشاه کنند، اما من قبول نکردم. اگر من تاج و تخت را می‌پذیرفتم، تو به این بزرگی نمی‌رسیدی. من بودم که کیقوباد را به تخت نشاندم و اگر او را به ایران نمی آوردم، تو به این بزرگی نمی رسیدی. اگر من به مازندران نمی آمدم و دیو سپید را نمی کشتم، تو الان در اینجا نبودی. سپس به بزرگان گفت دیگر مرا در ایران نخواهید دید. پس به فکر جانتان باشید که زورتان به سهراب نمی رسد. این را گفت و رفت. بزرگان ناراحت شدن و به گودرز گفتن این گره به دست تو باز می شود. پس نزد شاه دیوانه برو و او را به راه بیاور. گودرز نزد شاه رفت و گفت چرا با رستم چنین رفتار کردی؟ حالا بدون او ما از بین می رویم. شاه پشیمان شد. پس گفت تو نزد او برو و به نرمی او را بیاور. گودرز با سران سپاه به دنبال رستم رفتند و گفتند تو می دانی که کاووس مغز ندارد. او می گوید و پشیمان می شود. اگر تو از شاه ناراحت هستی، ایرانیان که گناهی ندارند. رستم گفت من از کاووس بی نیازم و دیگر با او کاری ندارم. گودرز باز هم با او صحبت کرد و نرمش کرد و گفت ننگ است که توران به ما غلبه کنند. رستم گفت می دانی که من از جنگ فرار نمی کنم و با اینکه شاه قدر مرا نمی داند باز می گردم. وقتی رستم برگشت، شاه از او پوزش خواست و گفت که تندی سرشت من شده است. من از این دشمن جدید ناراحت بودم و چون دیر کردی ناراحت شدم، وگرنه پشت گرمی من به توست و من پشیمان هستم از این که تو را آزردم. رستم پاسخ داد ما همه بنده شاه و گوش به فرمانت هستیم.